به نام خدا و با عرض سلام و وقتتان بخیر. توجه کنید به مجمع خبر این ساعت از نور. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. قرنطین شدن بیش از 500 صندوق رایدهی از سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی. این کمیسیون میگوید احتمال باطل شدن آرای قرنطین شده وجود دارد. انتقاد تند اعضای حاضر از اعضای غیر حاضر مجلس نمایندگان. اعضای حاضر مجلس میگویند که همکارانشان به عوض حضور در مجلس به خوشگذرانی میروند. و غرق شدن یک کشتی مسافربری کوریای جنوبی در آبهای این کشور. 290 تن از سرنشینان این کشتی ناپدید و دو سرنشین دیگر کشته شدند. امروز چهارشنبه 27 حمل سال 1393 هجری خورشیدی که برابر می شود با 16 اپریل سال 2014 میلادی. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی از قرنطین شدن بیش از 500 صندوق رایدهی خبر می دهد. مسئولان این کمیسیون می گویند که قرار است نزدیک به 900 صندوق رایدهی دیگر نیز قرنطین شود. از سوی هم مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی می گویند که تا کنون شمار دقیق از تعداد صندوق های قرنطین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را در دست ندارند. حفیظ الله سارنگی با شرح بیشتر این خبر. با نزدیک شدن به زمان اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری، سر و صداها در مورد تقلب ها و تخطی های انتخاباتی بیشتر شده است. کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که صندوق های آن شمار از مراکز و محلات رایدهی که در آنها تقلب و تخطی صورت گرفته است، قرنطین می شود. به گفته مسئولان این کمیسیون، احتمال زیاد وجود دارد که آرای صندوق های قرنطین شده باطل اعلام شود. سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می گوید که در حال حاضر بیش از 500 صندوق رایدهی قرنطین شده است و احتمال می رود نزدیک به 900 صندوق دیگر نیز قرنطین شود. خب 616 مورد، 516 مورد را من پیشتر گفتم که این مواردی است که ما تا هنوز تثبیت کردیم و روان کردیم به کمیسیون مستقل انتخابات که این موارد باید قرنطین شود. حالا ممکن است بعضی موارد را خودشان هم قبلا قرنطین کرده باشه که بین از اینا تفکیک شود و 892 مورد را هم ما قطعا بر اساس راپورهایی که داریم باید قرنطین بکنیم. سخنگوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی میگوید که تعداد زیاد شکایت های مستند از سوی نهادهای مدنی به این کمیسیون رسیده است که بررسی و رسیدگی به این شکایت ها می تواند بر شفافیت و اعتبار انتخابات بیفزاید. با گفته مسئولان کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، نزدیک به 900 مورد شکایت های ثبت شده علیه نامزدان ریاست جمهوری و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات می تواند بر نتیجه انتخابات اثرگذار باشد. از سراسر افغانستان، یعنی در ولایات در مجموع 892 مورد شکایت نسبت به کاندیداهای محترم شورای ولایتی، ریاست جمهوری و همچنین کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشته که در کاتگوری الف قرار داره و در صورتی که رسیدگی ها صورت بگیره ممکن هست که این کاتگوری در نتیجه بررسی ها منجر به تغییر در نتایج آرا شود. با این همه مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تا کنون آمار دقیق از تعداد صندوق های قرنطین شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در دست ندارند. باید عضویت آنان از مجلس. شماری از اعضای مجلس نمایندگان از غیرحاضری پیهم همکاران خود به شدت انتقاد میکنند. این اعضای مجلس همکاران خود را متهم میکنند که به جای حاضر شدن به مجلس نمایندگان مصروف خوشگذرانی خودند. اعضای حاضر مجلس همچنان میگویند آن عده از همکارانشان که غیر حاضری های پیهم دارند باید عضویت آنان از مجلس قطع و به عوضشان افراد جدید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به مجلس معرفی شود. شرح بیشتر از وثیق الله عظیمی. قانون اساسی کشور شورای ملی از جمله مجلس نمایندگان را به عنوان عالی‌ترین ارگان تقنینی دولت افغانستان معرفی کرده است.
اما با تأخیر افتتاح شدن دوره 16 شورای ملی از یک سو و غیر حاضری های پیهم نمایندگان مردم در این دوره از سوی دیگر سبب شده است تا شمار زیادی از قوانین بدون تصویب باقی میماند. غیر حاضری های پیهم شمار زیادی از اعضای شورای ملی به ویژه اعضای مجلس نمایندگان انتقاد شدید اعضای حاضر این مجلس را برانگیخته است. اعضای حاضر مجلس میگویند همکارانشان به جای حضور یافتن به مجلس به کارهای شخصی و خوشگذرانی مصروفند. میخوایم که واقعا ما همین چند نفری که اینجا میاییم، ما گروگانی بعض وقت یک نفر میشیم، 224 نفر حاضر است، یک نفر نیست. این همین 224 نفر آمدنش اینجا خونسا میشه به خاطر که یک وکیل از خواب بیدار نشده، یا دیاشی است، یا تجارت خود میکنه، یا قرارداد میکنه، یا در وزارت که میره میگن ما میریم در وزارت کاری مردم انجام میدیم. نه، هیچ مردم عادی ما 99% به دروازه وکیل دسترسی ندارن. کاری چی انجام میدیم؟ ما اکثریت ما مقرری است، تبدیلی است و قرارداد است. اکثر یک تشکر جناب بشر وکلایی که به این ملت خیانت میکنه توهین بر که باید اعدام شوه این وکلا، و ما اگر رئیس جمهور شویم اعدام شون میکنیم. تشکر بشر دوست، هر کسی باشه. تشکر. ما میتونیم که اجازه بدید رئیس، ما میتونیم که وکیل عزل کنیم مطابق 108 قانون اساسی. این تقصیر به هیچ کسی دیگه ای نیست مگر به اعضای محترم ولس شرگه. همگی ما و شما در این خانه، من حیث نماینده مردم افغانستان هستیم، ارتباط به خود ما و شما داره. خیلی متاسف هستیم که ما هنوز پیوسته غیابت خود داریم، در حالی که همه روزه ما حاضری هم میگیریم. اینمی یه خود ثابت کنین سر از هفته کسایی که حاضر نیستن تصمیم انقلابی بگیرین، به شمول خود جناب رئیس. ما فکر میکنم که اول حقوق همون مردم خودت مراعات میکنی، اول احترام خودت میکنی، دوم هیئت رهبری میکنه، سوم بعضی گروپ هایی که باندیوالی بینمی یه چهره صادق و کاذب نشان بده که کی انقلابی استاد بشه. در نشست عمومی روز چهارشنبه مجلس نمایندگان روی پیشنویس قانون مالیه بر افزایش ارزش بحث صورت گرفت و در نتیجه با افزودن یک واژه نام این قانون به قانون مالیه بر افزایش افزوده تعدیل شد. این قانون 9 فصل و 35 ماده دارد که بر اساس آن تاجران مکلف است از افزایش ارزش کالاهای خود 8% مالیه بپردازند. ارزش به داخل 9 فصل و 35 ماده جهت تصویب به حیث کل برای گذاشته می شود. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 سرخ جناب طرف، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 کارت سرخ جناب رسیب. با استثنای 16 کارت سرخ به اکثریت این قانون مالیه بر افزایش ارزش به تصویب رسید. و بیمه معاملات مربوطه به جایدادهای مسکونی، خدمات دینی، کمک های بشر دوستانه، بازسازی بعد از وقوع آفات طبی، حوادث صنعتی و فاجعه ها، خدمات مربوط به تربیت بدنی و سپورت. در طرح این قانون واردات زیل از پرداخت مالیه بر اضافه ارزش معاف دانسته شده است. گفتنی است که اعضای مجلس نمایندگان از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز می‌خواهند که به آرای مردم افغانستان احترام بگذارند. به گفته آنان کمیسیون های انتخابات مسئول پاسخگویی در برابر کوتاه‌کاری های خود خواهد بود. رشد اقتصادی افغانستان نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است. مسئولان بانک انکشاف آسیایی در کابل با ابراز این مطلب میگویند که فضای سیاسی کشور بر فعالیت‌های اقتصادی اثر منفی گذاشته است. به گفته آنان یکی از دلایل عمده در کاهش رشد اقتصادی افغانستان بزرگنمایی و بد جلوه دادن سال 2014 میلادی بوده است. جزئیات بیشتر در گزارش از سید نائل ابراهیمی. تک تک پاه 2014 و تبلیغ منفی در این خصوص امیش تنین انداز گوشایی مردم افغانستان بوده است که گویا با آمدن این سال کشور با مشکلات زیاد روبرو خواهد شد. این تبلیغات سبب شده است که شماره از سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سرمایه گذاری در افغانستان خودداری کنند. بعد جلوه دادن این سال و گریز شماره از سرمایه داران فضای سرمایه گذاری در افغانستان را کمتر ساخته است که این روند بر رشد اقتصادی کشور تأثیری ناگوار از خود به جا گذاشته است. مسئولان بانک توصیه آسیایی با اشاره به پایین آمدن رشد اقتصادی در کشور میگویند که سرمایه گذاری شخصی تولیدات ناخالص داخلی از 4.9% در 2012
و 3.6% در 2013 کاهش یافته است. به باور مسئولان این بانک، تورم نرخ مواد غذایی 9.7% افزایش و از غیر مواد غذایی 4.8% کاهش یافته است. به همین شکل گفته شده است که در کل تورم مجموعی 6.2% در 2012 و 7.4% در 2013 بوده است. از سال 2002 بانک توسعه‌ای آسیایی فعالیت‌هایش در افغانستان را آغاز کرده است که یک همکار خوب در رشد اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. این بانک تا آخر سال 2013 حدود 3.8 میلیارد دلار کمک کرده است. به همین گونه بانک آسیایی در کنفرانس 2012 توکیو تعهد کرده بود که تا آخر سال 2016 میلادی 1.2 میلیارد دلار دیگر هم به این کشور کمک می کند و ما طبق وعده خود به انجام دادن این کمک ها پابند هستیم. مسئولان این بانک به این باورند که رشد اقتصادی افغانستان 3.3% کاهش یافته است. دلیلش هم ترس از فرارسیدن سال 2014 میلادی است. 3.3% تراکتید شو برو سکال. خب فکترون دستیو چه هاگا بزا دستیم چه ده دولت ده کنترول نه هم خارجو. اگه فکترون سیاسیو یعنی سیاسی فضا دستیو چه ده خلقو یعنی منگ ورطا پولیتیکل انسرتینیتیز چه ورطا وایو. حقی په اقتصادي فعالیتونو باندې منفی تاثیر وکړو چې دغه د واجی د اقتصادي فعالیتونو د کمبود له وجې اقتصادي روش چې کم دی هغه د 1.9% چې موږ په 1300 یونیم کې درلودو ډیر راټیټ شو. این در حالی است که انجام موفقانه روند رایدهی و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای بومی توجه سرمایه گذاران دوباره به افغانستان جلب شده است. به باور شماری از بازرگانان و سرمایه گذاران پس از روز رایدهی کاروبار آنان رونق یافته است. فرمانده امنیه نامنهاد طالبان در بدخشان کشته شد. والی بدخشان با تایید این خبر میگوید که این عضو گروه طالبان بیش از 40 سرباز ارتش و پلیس را پس از اسیر کردن تیرباران کرده بود. با گفته والی این ولایت، فرمانده کشته شده طالبان 23 غیر نظامی را نیز به سبب همکاری با دولت به شهادت رسانده است. عبدالحمید حکیمی از بدخشان گزارش می‌دهد. این جسد محفوظ الله فرمانده امنیه نامنهاد گروه طالبان در بدخشان است که سه‌شنبه شب در یک درگیری با نیروهای امنیتی بدخشان در ولسوالی بهارک این ولایت کشته شد. والی بدخشان هم در یک نشست خبری با خبرنگاران کشته شدن فرمانده امنیه نامنهاد طالبان را تایید کرد. والی بدخشان گفت که در درگیری سه‌شنبه شب دو عضو گروه طالبان زخمی و 4 تن دیگرشان بازداشت شدند. بختانه در اثر عملیات نیروهای خاصی ریاست امنیت ملی ولایت بدخشان در منطقه 12 بجه شب در شهر نوی باغ طالب جان در ولسوالی بهارک کشته میشه و 4 نفری از اینها اسیر میشه و 2 نفرشان زخمی که فیلن جستجو برای دریافت زخمی هایشان صرف امنیتی ملی جریان داره. در این درگیری یک سرباز نیروهای امنیتی نیز شهید شده است و یک تن دیگرشان زخم برداشته است. والی بدخشان میگوید که این فرمانده امنی نامنهاد طالبان 23 غیر نظامی را به اتهام همکاری با دولت به شهادت رسانده بود. خور محفوظ شخصی است که 23 نفر ملکی را در ولسوالی های مختلف به قتل رسانده که من به عنوان نمونه مثال چند نامه ایجا ذکر میکنم. از ولسوالی وردوج هلال الدین از قریه زو به جرم از اینکه برادرش سرباز است. به گفته والی بدخشان قاری محفظ الله همچنان بیش از 40 سرباز ارتش و پلیس ملی را که در نزدش اسیر بودند نیز تیرباران کرده است. والی بدخشان میگوید که در مدت یک ماه گذشته بیش از 30 عضو گروه طالبان در این ولایت کشته، زخمی و بازداشت شدند. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید که
شماری از نهادهای ملی و بین‌المللی در مبارزه با فساد اداری عمل کرده ضعیف داشتند. مسئولان این کمیته میگویند که نیروهای بین‌المللی در افغانستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، دادگاه ویژه کابل بانک و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها از جمله اداراتی هستند که در مبارزه با فساد اداری عمل کرده ضعیف داشتند. باز هم حفیظ الله سالنگی گزارش میدهد. فساد اداری یکی از بزرگترین چالش ها در برابر شهروندان کشور به شمار می رود. اما کاری که بتواند برای کاهش این پدیده و قناعت شهروندان مفید واقع شود تا کنون از سوی حکومت انجام نشده است. کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری با نشر گزارش می گوید که شماری از نهادهای ملی و بین المللی در مبارزه با فساد اداری عمل کرده ضعیفی داشتند. مسئولان این کمیته می گویند که نیروهای بین المللی در افغانستان، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، دادگاه ویژه کابل بانک و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها از جمله ادارات ملی و بین المللی هستند که در مبارزه با فساد اداری عمل کرده ضعیف داشتند. متاسفانه بگویم که سه نهاد ما داریم که کاملا ضعیف بودند در این قسمت، از جمله نیروهای بین المللی کمک امنیت به افغانستان است یا ISAF، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان است و اداره حمایت از سرمایه گذاری ها در افغانستان یا ISAF، که ما به این نهادها سفارشات روان کردیم ولی پاسخگویی از اینا بسیار کم بوده، خصوصا نهاد ISAF. در گزارشی که توسط کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری به نشر رسیده است، نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته عملکرد ضعیف در برابر با فساد اداری در کشور وجود داشته است. در این گزارش آمده است که فساد اداری در بسیاری از امور زندگی شهروندان افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است. به مو سطح گسترده وجود داره، هنوز هم به مو سطح گسترده وجود داره در بسیار موارد، خصوصا در وقت شما مشنوین که مثلا پولهای درآمدی که حکومت افغانستان داره کم شده، اینا خودش همگیش مایه نگرانی است و نشان می ده که یک بخش ازی از موجودیت فساد هم هست. این پنجمین گزارشی است که توسط کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در رابطه با فساد اداری به نشر رسیده است. مسئولان این کمیته میگویند که در روزهای آینده گزارشی در رابطه با غصب زمین در کشور نشر خواهند کرد. آرای 19 محل رایدهی در ولایت تخار بازشماری شد. مسئولان دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت علت بازشماری آرای نامزدان ریاست جمهوری را مشکوک بودن شماری از صندوق‌های رایدهی عنوان می‌کنند. در همین حال کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در تخار آرای بخشی از مراکز رایدهی را به دلیل موجودیت تقلب و تخطی قرنطین کرده است. عارف دانشجو از تخار گزارش می‌دهد. پس از اعلام نتایج قسمی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری و روند بررسی آرای مشکوک در مراکز رایدهی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات تخار میگوید شماری از مراکزی که آرای آن مشکوک به نظر می رسید توسط کمیسیون مستقل انتخابات دوباره به ولایت فرستاده شد و با حضور نمایندگان نامزدان و رسانه‌ها بازشماری شده است. با گفته دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در تخار، آرای بازشماری شده مربوط 19 محل رایدهی از 10 ولسوالی این ولایت می شود. شکایت هایی که از طریق کمیسیون شکایت انتخاباتی به دفتر ما مواصله شده باشن، مجموعه عوامل باعث میشه که کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز محل هایی را شناسایی بکنه و برای ما روان بکنه که در حضور ناظرین و مشاهدین دوباره شماری یا بازشماری شود. این عامل باعث میشه که ما شفافیت را در پروسه خود ما بگنجانیم و عملا به شما نشان بدیم که درون صندوق های ما چه تعداد آرا وجود دارد. از سوی هم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در تخار آرای بخشی از مراکز رایدهی را به دلیل موجودیت تقلب و تخلف قرنطین کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که تقلب کاران و تخطی کنندگان جریمه نقدی و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدند. 19 مورد از سایت ها و محلاتی که مورد ابهام قرار گرفته و ثابت شده تقریبا تخلف و تخطی در اون ساحات، ما اینا را قرنطین کردیم و لیستش را به کمیسیون محترم انتخابات دادیم تا این محلات بازشماری شود. 2 مورد در
ارتباط کاندیدای محترم ریاست جمهوری است و 17 مورد دیگه با کاندیدای محترم شورای ولایتی. گفتنی است که این آرا در حالی بازشماری و باطل اعلام می شود که بر اساس 10% از آرای شماره شده دکتر عبدالله نامزد ریاست جمهوری کشور توانسته است با گرفتن بیش از 41% آرا نسبت به دیگر نامزدان پیش قدم باشد. یک گروه 300 نفری از سربازان پلیس امن و نظم عامه زون غرب کشور برای تامین امنیت مناطق ناامن به ولایت فراه اعزام شده است. مسئولان پلیس امن و نظم عامه این زون میگویند که گروه تازه اعزام شده به ولایت فراه با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز است. فرمانده پلیس امن و نظم عامه زون غرب کشور میگوید یک گروه 300 نفری از سربازان و افسران پلیس امن و نظم عامه را برای مدت 3 ماه جهت تامین امنیت ناامن‌ترین مناطق فرا در ولسوالی بالابلوک و منطقه شیوان فرا توظیف کرده است. با گفته وی این سربازان به جای یک گروه دیگر سربازان امن و نظم عامه در این منطقه جابجا میشوند که طی 3 ماه گذشته امنیت انتخابات را به خوبی تامین کردند. فرمانده پلیس امن و نظم عامه زون غرب کشور میافزاید که گروه تازه نفس به هدف راه اندازی عملیات های تصفیوی علیه مخالفان مسلح دولت و مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر به فرا فرستاده شده اند. به هیچ اهریمن، به هیچ تخریبگر کوچکترین زمینه ای را مساید نساز. ما فقط یک وظیفه داریم، چگونه بتانیم برای وطن، برای مردم دردمندی وطن صلح و ثبات و امنیت برمغان بیاورید. در همین حال شماره از سربازان امن و نظمی آمد که تازه به فرا اعزام شدند میگویند که از اجرای وظیفه در همه مناطق کشور استقبال میکنند و از اینکه برای رفاه و تامین امنیت کشور کار میکنند افتخار دارند. و بسیار هم تو دقیق جدی پلیس امن و نظم آمد هر وقت به هر شرایط وظیفه اجرا کرده و در انتخابات بسیار کوشش خود کرده 100% بدون کدام تلاش و کدام گپ سخن وظیفه به فضل خداوند سپری شده. خوب بود. من فضل خدا به کرم ده خدای روانی ولایت فراه تا به خلق د امنیت خلق د پال چې خلق امنیت نیسو د خلق ساتنه کوم. من دینه مخه هم په هلمند کې کجکی ولسوالی ولسوالی سنگین ولسوالی بالا بلود فراه هم کې من تلیو مخه دې مرجع نادلی میوان زړی من ټول کې الحمدلله وظیفه اجرا کړو ان شاء الله اجرا کوو به. مسئولان پلیس امن و نظم عامه زون غرب کشور میگویند که سربازان تازه نفس با تجهیزات پیشرفته نظامی مجهز هستند و می توانند با سادگی گلیم مخالفان مسلح دولت را جمع کنند. این هم چند خبر از خارج کشور. با غرق شدن یک کشتی مسافربری کره جنوبی روز چهارشنبه 290 نفر ناپدید و 2 نفر کشته شدند. این کشتی بیش از 470 سرنشین داشت و پیش از غرق شدن درخواست کمک کرده بود. مقام‌های کره‌ای در نخست گفته بودند که 100 تن از سرنشینان این کشتی ناپدید شدند، اما پس از چند ساعت این ارقام افزایش یافت. هرچند مقام‌های کره جنوبی می‌گویند که شماری از مسافران ناپدید شده ممکن است توسط کشتی‌های تجاری نزدیک نجات یافته باشند، اما گزارش‌ها می‌رساند که این کشتی در حال غرق شدن بوده که خواستار کمک شده بود. مقام‌های اوکراینی امروز اعلام کردند که نیروهای دولتی در نخستین مرحله از عملیات ضد تروریستی علیه شبه نظامیان مسلح طرفدار روسیه یک فرودگاه نظامی واقع در شهر کراماتورسک در ولایت دونتسک در شرق این کشور را از نیروهای دشمن پاکسازی کردند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با دبیر کل سازمان ملل خواستار محکومیت اوکراین از سوی این سازمان شده است. آقای پوتین اعزام واحدهای مسلح اوکراین به مناطق تحت اشغال شبه نظامیان را اقدام مغایر قانون اساسی اوکراین توصیف و دولت اوکراین را متهم کرده است که به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم این کشور اقدام کرده است. و مراسم بزرگداشت قربانیان انفجار سال گذشته در باستان آمریکا با حضور جو بایدن معاون رئیس جمهور این کشور، بازماندگان و خانواده های قربانیان این واقعه برگزار شده است. انفجار دو بمب در روز 15 آپریل سال گذشته میلادی در نزدیکی خط پایان مسابقه ماراتون بوستون 3 کشته و بیش از 250 مجروح بر جا گذاشته بود.
همزمان شهردار بوستون نیز اعلام کرده است که برای مسابقات بین المللی ماراتون که قرار است روز 21 آپریل برگزار شود، اقدام‌های امنیتی شدید در مسیر برگزاری این مسابقه در نظر گرفته شده است. امشب از سری رقابت‌های فوتبال جام حذفی اسپانیا در مرحله نهایی تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا به مسافه هم خواهند رفت. در این دیدار که از ساعت 12 امشب در ورزشگاه مستیا والنسیا برگزار خواهد شد، کریستیانو رونالدو غایب بزرگ میدان خواهد بود و در آن طرف میدان مدافع با سابقه بارسلونا جرارد پیکه نیز به دلیل مصدومیت حضور نخواهد داشت. این بازی ساعت 12 امشب به گونه زنده از تلویزیون نور نشر می‌شود. این بود مجموعه خبری این ساعت. شما را فرا می‌خوانم با بقیه برنامه‌های تلویزیون نور. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.